با سلام خدمت جوانموزه عزیز، خیلی وقت نبودم، با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. تو درس امروز میخوام از جملاتی صحبت بکنم که زمان رو مشخص میکنن برای ما، یعنی زمان جملمون رو ما توی جمله توضیح میدیم. مثلا میگیم وقتی که اومدم یا وقتی که رفتم، با یه توضیح دیگه زمان اتفاق چیزی رو که میخوایم راجبش بحث بکنیم رو مشخص میکنیم. خب بریم ببینیم که این جمله ها چجوری ساخته میشن. فعل گذشته ساده اول شخص جمع رو برمیداریم، شناسه صرف فعل رو بهش مشخص میکنیم، بهش میچسبونیم که اون شناسه مشخص میکنه که اون فعلمون رو چه کسی انجام میده. بعد بهش پسوند د و یا دا اضافه میکنیم بنابر اون قواعد واجی که در زبان ترکی وجود داره، که شناسه صرف فعلمون بهمون میگه فاعل کیه، باید اون شناسه اونجا باشه، و پسوند د و دا به معنای وقتی که میشه. حالا وقتی که، زمانی که، لحظه ای که، همین فرمول رو داریم. شناسه صرف فعل به فعل گذشته ساده اول شخص جمعمون وصل میشه، بعد کلمه زمان رو کنارش داریم. کلمه زمان بهش نمیچسبه، یعنی پسوند نیست، کنارش قرار میگیره. خب که اون هم میشه زمانی که. همون حالت ممکنه در قالب دیگه ای در همون فرمول، فقط به جای زمان این کلمه آن دا رو داریم. آن که به معنای زمان هستش، آن لحظه، دا یعنی در لحظه ای که، آن دا میشه در لحظه ای که، به اون معنی هم ازش استفاده میکنیم. حالا بریم مثال بزنیم ببینیم چجوری این فعلات تشکیل میشن و ما چجوری از این استفاده میکنیم. فقط چند تا مثال زدم، امیدوارم که با روخانی ها و فیلم هایی که، مکالمه هایی که خودتون رو در معرضش قرار میدید، متوجه بشید که چجوری از این جمله ها استفاده بکنید. خب مثلا از فعل یاپماک حالت اول شخص جمع رو در زمان گذشته ساده رو داریم، میشه یاپتک. اینو به اضافه شناسه ام میکنیم که مال بن هستش، با پسوند دا. اینجا من با پسوند مثال زدم فرمولمونو. بعد یاپتک رو به اضافه پسوند که میکنیم، اون کی که اونجا قرار داره تبدیل به یا مشکه میشه، تبدیل به غ میشه، و در نهایت میشه یاپتم دا. یعنی چی؟ یعنی وقتی انجام دادم، وقتی انجام دادم. اویودوک از فعل اویوماک که خوابیدن هستش، به اضافه پسوند اوم میکنیم، اینجا او داشتیم، پسوند ام رو آوردیم، اینجا صدای او رو داریم و پسوند اوم رو میاریم، پسوند دا بهش اضافه میکنیم، دوباره که تبدیل به غ میشه، نتیجه اویود اوم دا. یعنی چی؟ یعنی وقتی خوابیدم، اویود اوم دا. میایم از فعل اویانماک که به معنای بیدار شدن هستش، فعل اویاندک رو داریم، به اضافه ام میکنیم، با پسوند دا،
uyandık به اضافه ام یموشاگه اون وسط خواهد بود نتیجه میشه uyandığımda uyandığımda یعنی وقتی بیدار شدم این فعل ها رو میتونید برای زمان حال برای زمان گذشته و برای زمان آینده استفاده کنید یعنی پشت سر این حالت شما میتونید جمله در زمان حال در زمان گذشته و یا در زمان آینده استفاده کنید حتی میتونید جمله امر استفاده بکنید من ادامه ندادم این جمله ها رو فقط میخوام که این قسمت حالت زمان فعلی رو که حالت زمان رو مشخص میکنه رو یاد بگیرید بقیه جمله مهم نیست میتونه هر چیزی باشه فقط بهتون گفتم در هر سه زمان در حالت ساده و حالت امری میتونید بعد این حالت فعلی جمله سازی بکنید مثال بعدی رو با کلمه‌ای رو میزنم با کلمه‌ای میزنم که صداهای نازک رو دارن اتیک از فعل اتمک ببخشید فعل اتمک به اضافه ایم میکنیم پسوند د رو داریم اتیک به اضافه ایم اونجا که تبدیل به یوموشاکه میشه میشه اتیم ده اینجا یوموشاکه حالت تلفظ یه رو پیدا میکنه یعنی اتیم ده نمیگیم میگیم اتیم ده اتیم ده وقتی انجام دادم گلدیک از فعل گلمک به اضافه ایم به اضافه ده گلدیک به اضافه ایم یوموشاکه رو داریم صدای یه خواهد داد بازم میشه گلدیم ده گلدیم ده یعنی وقتی اومدم گیتیک به اضافه ایم به اضافه ده دوباره که تبدیل به یوموشاکه میشه نتیجه گیتیم ده گیتیم ده یعنی وقتی رفتم حالا با درس حالت پسوند د دا و یا کلمه زمان و یا آندا مثال میزنم و مثال ها رو برای تمام اشخاص میزنم اینجا مثال هایی که زده بودم فقط برای اول شخص مفرد بود پسوند ایم رو آوردم که بدونید پسوند چجوری میاد و این که تبدیل به یوموشاکه میشه چجوری هستش و فقط برای پسوند اول شخص مفرد آوردم یعنی من انجام دادم وقتی من انجام دادم حالا برای هر شخصی برای هر شناسه‌ای باید اینو صرفش بکنیم خب با فعل یاپماک ادامه میدیم بن یاپتیمدا یعنی وقتی انجام دادم وقتی من انجام دادم سن یاپتیمدا وقتی انجام دادی او یاپتیمدا وقتی انجام داد بیز یاپتیمزدا وقتی انجام دادیم سیز یاپتیمزدا وقتی انجام دادید اونلار یاپتیکلارندا وقتی اونها انجام دادند همین حالت رو با کلمه زمان خواهیم داشت. خب اینجا با کلمه زمان آوردم. خب بخونیم اینجا رو. من یابدیم زمان. سن یابدیم زمان. او یابدی زمان. فقط دوستان اینجا دقت بکنین در سوم شخص مفرد. زمانی که پسوندی نیستش. یه حرف نه اینجا بود. وقتی که پسوند هست اون حرف نه اینجا هست نگاه کنید تو قبلی صفحه قبلی اینجا یه حرف نه داریم که به پسوند چسبیده در صفحه بعدی ببینید
در کنار کلمه که قرار میگیره اون نه رو نداریم. یعنی ما پسوندمون ای خواهد بود. میشه او یابدığı زمان، بیز یابدığımız زمان، سیز یابدığınız زمان، اونلار یابدıkları زمان. در سوم شخص جمع هم باز یه دونه نه بود اینجا که ما اونو برداشتیم. نگاه کنید. در کنار پسوند نه بود. الان وقتی زمان هستش اون نه دیگه اینجا نیستش. خب با آندا ببینیم که چجوری هستش. من یابدığım آندا، سن یابدığın آندا، او یابدığı آندا، biz yaptığımız anda, siz yaptığınız anda, onlar yaptıkları anda. که اونم به لحظه ای ترجمهش کردم. همش یکیه. اوکی. من uyuduğumda یعنی وقتی که خوابیدم، sen uyuduğunda وقتی که خوابیدی، تو خوابیدی، او uyuduğunda وقتی که خوابید، biz uyuduğumuzda وقتی که خوابیدیم، siz uyuduğunuzda وقتی که خوابیدید، onlar uyuduklarında وقتی که خوابیدند. دوستان من اینجا تو فارسی دیگه شناسه ببخشید ضمیر فاعلی رو نیاوردم. اینجا آوردم که بدونید برای کدوم ضمیر کدوم شناسه استفاده میشه. تو فارسی دیگه نیاوردم، خودتون میدونید. اوکی. خب بریم واسه همین فعل کلمه زمان رو کنارش بذاریم. من uyuduğum زمان، sen uyuduğun زمان، او uyuduğu زمان، اینجا نه رو نداریم، biz uyuduğumuz زمان، siz uyuduğunuz زمان، onlar uyudukları زمان. باز هم نه رو اینجا نداریم. خب من uyuduğum anda، sen uyuduğun anda، onlar uyuduğu anda، biz uyuduğumuz anda، siz uyuduğunuz anda، onlar uyudukları anda. خب benim mesela بعدی uyanmak. Ben uyandığımda وقتی که بیدار شدم، sen uyandığında وقتی که بیدار شدی، o uyandığında وقتی که بیدار شد، biz uyandığımızda وقتی که بیدار شدیم، siz uyandığınızda وقتی که بیدار شدید، onlar uyandıklarında وقتی که بیدار شدند. حالا ben uyandığım zaman، sen uyandığın zaman، o uyandığı zaman، ne nedarim ince، biz uyandığımız zaman، siz uyandığınız zaman، onlar uyandıkları zaman. Basam ince ne ro nedarim. Ben uyandığım anda، sen uyandığın anda، o uyandığı anda، biz uyandığımız anda، siz uyandığınız anda، onlar uyandıkları anda. میشه لحظه ای که بیدار شدم و سایر. خب فعل بعدی من اتیمده، مثلا چی بگیم؟ نه اتیمده، تشکر اتیمده. من اتیمده وقتی که انجام دادم، سن اتیینده وقتی که انجام دادی، او اتیینده وقتی که انجام داد، بیز اتیمیزده وقتی که انجام دادیم، سیز اتیینیزده وقتی که انجام دادید، اونلار اتیکلرینده وقتی که انجام دادند. خب زمانی که رو داریم، کلمه زمان رو، ben ettiğimde، sen ettiğinde، o ettiği zaman، biz ettiğimiz zaman، siz ettiğiniz zaman، onlar ettikleri zaman. ben ettiğim anda، sen ettiğin anda،
O ettiği anda, biz ettiğimiz anda, siz ettiğiniz anda, onlar ettikleri anda. Mesela بعدی از فعل گیتمک هستش. فعل رفتن. من ettiğimde وقتی که رفتم. ببخشید. من gittiğimde وقتی که رفتم. سن gittiğinde وقتی که رفتی. او gittiğinde وقتی که رفت. بیز gittiğimizde وقتی که رفتیم. سیز gittiğinizde وقتی که رفتید. اونلار gittiklerinde وقتی که رفتند. من gittiğim زمان. Sen gittiğin zaman, o gittiği zaman, biz gittiğimiz zaman, siz gittiğiniz zaman, onlar gittikleri zaman. Ben gittiğim anda, sen gittiğin anda, o gittiği anda, biz gittiğimiz anda, siz gittiğiniz anda, onlar gittikleri anda. Mesela بعدی از فعل gelmek. Ben geldiğimde وقتی که اومدم. Sen geldiğinde وقتی که اومدی. O geldiğinde وقتی که اومد. Biz geldiğimizde وقتی که ما اومدیم. Siz geldiğinizde وقتی که شما اومدید. Onlar geldiklerinde وقتی که اونها اومدند. Ben geldiğim zaman. Sen geldiğin zaman. O geldiği zaman, biz geldiğimiz zaman, siz geldiğiniz zaman, onlar geldikleri zaman. Zamanı ki آمدند. Hop. بعدی ben geldiğim anda, sen geldiğin anda, o geldiği anda, biz geldiğimiz anda, siz geldiğiniz anda, onlar geldikleri anda. خب یه دونم خواستم مثال با پسوند üm داشته باشیم اینجا. Ben üzüldüğümde وقتی که ناراحت شدم و یا وقتی که ناراحت میشم. Sen üzüldüğünde وقتی که ناراحت شدی. O üzüldüğünde وقتی که ناراحت شد. Biz üzüldüğümüzde وقتی که ناراحت شدیم. Siz üzüldüğünüzde وقتی که ناراحت شدید. Onlar üzüldüklerinde وقتی که ناراحت شدند. Üzülmek یعنی ناراحت شدن. قصه خوردن. Ben üzüldüğüm zaman وقتی که ناراحت شدم و یا میشم. گفتم برای زمان حال گذشته و آینده میتونید استفاده کنید. سن üzüldüğün زمان او üzüldüğü زمان بیز üzüldüğümüz زمان سیز üzüldüğünüz زمان onlar üzüldükleri زمان ben üzüldüğüm anda sen üzüldüğün anda o üzüldüğü anda biz üzüldüğümüz anda siz üzüldüğünüz anda, onlar üzüldükleri anda. خب. دوستان مثال تا همینجا بود. امیدوارم که فرمولشو و نحوه ساختارشو فهمیده باشید. با تکرار اینو یاد خواهید گرفت. با مثالهای دیگه هم میتونید خودتون مثالها رو درست بکنید. میتونید کامنت بذارید و من به کامنتاتون جواب میدم. دوستان از اونجایی که من در سه حالت مختلف تو این کانال ویدیو میذارم. پیلن سه حالت مختلف. سال دیگه میخوام فارسی یاد بدم به ترک زبان ها. لطفاً سابسکرایب بکنید. صرفاً به خاطر اینکه ویدیوهایی که میاد رو از دست ندید. چون معلوم نیست که یعنی من تاریخ دقیقی نمیتونم بدم که چه زمانی بهتون چه زمانی ویدیو درست میکنم و چه زمانی
میذارم برای پخش و کدومش به دردتون بخوره. ولی اگه براتون نوتیفیکیشن بیاد متوجه میشید که کی و چه وقت کدوم ویدیو رو نگاه بکنید. و از اونجایی هم که خیلی وقت بود نمیدونستم چجور ویدیویی بذارم براتون، مکالمه بذارم چجوری بذارم و اینا، ولی میدیدم که خیلی از مطالب هستش که نمیتونستم تشخیص بدم واقعا از کجا شروع کنم به کجا پیش ببرم. خلاصه شرمندتون شدم که مدت زیادی مشغول نبودم، ولی خب الان در دوران قرنطینه ایشالله سعی خودمون رو میکنیم که بیشتر در خدمتتون باشیم. خب مواظب خودتون باشید، از این فرصت ها استفاده بکنید، خودتون رو بیشتر یه مقدار رو خودتون بیشتر وقت بذارید و این لحظه هایی که در قرنطینه هستید رو بتونید به فرصت تبدیل بکنید. موفق باشید.